نحوه تست میکروسویچ درب لباسشویی تو این ویدیو آموزش شما میخوام براتون بذارم میکروسویج های درب لباسشویی انواع مختلفی دارن که بخوایم تستشون کنیم سه پایه، چهار پایه، پنج پایه و حتی هفت پایه توی بازار موجوده که نحوه تست این میکرو سویج ها رو براتون میخوام بذارم اول اینکه از سلامتش مطمئن بشیم و اینکه چجوری بتونیم تستش کنیم که میکروسویج سالمه یا نه خب من برای شروع میخوام از میکرو سویج سپایه شروع کنم برای تست یعنی میکرو سویج هفایه و بقیه مدل ها رو کنار میذاریم میکرو سویج هفایه و بقیه مدل ها رو توی مرحله به مرحله تو ویدیو های آموزشی براتون توضیح میدم که چجوری میشه این میکرو سویج ها رو تست کرد برای تست اول میکرو سویج سپایه شما سه تا پایه روی میکرو تون دارید که سپایه ها به این صورت روی بعضی از میکروسویچ ها شماره گذاری شده یعنی 6, 4, 5, 3 و بعضی از میکروسویچ ها N, L و کام یا همون C مشخص شده خب برای اینکه ببینیم میکروسویچ سالمه یا نه ما نیاز داریم که میکروسویچ رو تست کنیم و اصلا ساختار میکروسویچ رو بفهمیم که چجوریه توی ساختار میکروسویچ حالا من یه سری میکروسویج ها هستن که N, ال و کامشون مشخصه این پایه هم 3 و 4 و 5 خب اینا مشخص نیست ولی خب میشه مشخصش کرد ولی میخوام اینو بهتون بگم که شما نمیدونید که موقعی که میخوای میکروسویج رو پل کنین کدوم یکی از این پایه ها رو باید با کام پل کنیم که کلید فرمان ما یا همون برد ما فرمانو انجام بده یعنی قفل در رو شناسایی کنه قفل در زمانی شناسایی میشه توسط برد که کلید کام ما برقدار بشه حالا فاز یا نولی که وارد سیستم میشه برد متوجه قفل درب میشه و درب قفل میشه خب ما میخوایم ببینیم آقا این میکرو سویج چجوری میخوایم بفهمیم که کدوم یکی از این فاز یا نول یا هر کدوم از این پایه ها بهش وصل میشه اول باید ساختار میکروسویج رو بشناسیم برای شناختن ساختار میکروسویج میریم سر وقت کاغذ و قلم سه میکروسویج به این صورت من سه رو میکشم خب ببین در کل میکروسویج برای اینکه شروع کنه به کار کردن نیاز به برق ورودی داره برق ورودی خب برق ورودی باید توسط فاز و نول نول ورودی تمین بشه شما میخوایم ببینید میکروسویج سالمه یا نه اول ببینید برق ورودی روی میکروسویج میاد یا نه خب برق ورودی میکروسویج توسط یک مقاومت حرارتی تبدیل به حرارت میشه و این حرارت پلاتینه سوم یا همون کامو میچسبونه به فاز یا نول یکی از این پایه ها متصل میکنه که من حالا تو ادامه توضیح میدم که کدوم به کدوم وصل میشه فاز یا نول رو به هم میچسبونه و در ادامه این کار اون پایه کام ما ولتاژی که میخواد و روی برد میرسونه و ما اینجا برد متوجه میشه که اتصال برقرار شده و درب لباسشویی قفل شده و بعضی تو بعضی از ها حتی شروع به کار کردن یا ارادادی که وجود داره به خاطر اتصال نداشتن کام هستش یا اینکه میکرو اصلا کار نمیکنه و این بوبین حرارتی از کار افتاده خب میریم در ادامه ببینیم که بوبین حرارتی رو چجوری میتونیم پیدا کنیم برای پیدا کردن بوبین حرارتی که پایی کامو وصل میکنه یعنی ما باید فاز و نول رو بهش اعمال بکنیم باید مولتیمتر رو روی حالت تست اوم بذاریم خب تست اوهم میذاریم پایه های میکروسویج رو تست میکنیم من حالا این میکروسویج سالم رو بزارم. خب پایه های میکرو سویج رو تست میکنیم سه تا پایه داره من پایه اول که پایه شماره سه هستش رو با پایه دوم تست میکنم میبینم که هیچ اهمی نداره خب پایه اول دوباره با پایه سوم تست میکنم بر یک و یک کیلو اوم اوم داره حالا پایه وسط رو با پایه دوم تست میکنم میبینم اصلا اومی نداره. پایه وسط مجدد با پایه اول تست میکنم هیچ اومی وجود نداره پس پایه شماره سه ما که اینجا نوشته و پایه شماره پنج ما این دو پایه پایه بوبین میکروسویج ما میشن که یکی از این پایه ها زمانی که میکروسویچ قفل میشه یا برق روی میکروسویج میره و بوبین حرارتی عمل میکنه در به لباس میشه و این پایه با یکی از این پایه ها اتصال برقرار میکنه خب حالا ما چجوری بفهمیم که این پایه به کدوم یکی از این پایه ها متصل میشه ادامه میخوام الان روش تست این اطعر بهتون بگم ما بوبینو پیدا کردیم یعنی پیدا کردیم که کجا باید فاز و نول بهش وصل بشه توی برد زمانی که شما میخواید اشکال میکروسویج رو برطرف کنید اول باید پایه ورودی میکروسویج که از سمت برد میاد رو ولتاژ بگیرید یا این که ببینید که اصلا برق ورودی روش هست یا نه تا این که برین سر وقت تعویض میکرو سویج. اگر ولتاژ ورودی یعنی برق ورودی روی میکرو اومده و اوکی هستش اون وقت باید میکرو سویج رو تعویض کنید حتی با همه این تفاصیل نباید تا آخرین لحظه میکرو رو تعویض کنید چون نیازی نیست وقتی میبینید که میکرو سالمه با این روش بعد اینکه ولتاژ روی میکرو سویج اومد و شما مطمئن شدید که برق روی میکرو سویج میاد ولی همچنان خطای درب به لباس شوی رو دارید یا هر اشکال دیگه ای شما میاد میکرو سویج رو بیرون میارید بیرون میارید و تست میکنید که چجوری بفهمیم میکرو سویج سالم سالمه یا خراب حالا روش تست این میکرو سویج رو با هم مرور میکنیم خب ما فهمیدیم که میکرو سویچ پایه های بوبینش پایه شماره 5 و سه هستن خب میایم برق ورودیمون رو به پایه های 3 و 5 اعمال میکنیم سعی کنید با لامپ تست این کار رو انجام بدید تا خطری براتون نداشته باشه این پایه وسط ببینید خالیه چیز وصل نیست من برق ورودی رو بهش وصل میکنم بعد شما مولتیمتر رو رو حالت تست بوغ بذارید. که میخوایم کاری که انجام بدیم به کدوم پایه به پایه کام ما که الان این پایه است پایه وسطه می وصل میشه که ما میکرو سویج رو پل کنیم من برق وصل میکنم میکرو سویچ رو اوف میکنم خب من برق وصل کردم میکرو سویچ قفل میشه خب صدای قفل میکرو هم اومد دیدین که میکرو سویچ قفل شد خب پس تا الان اوکی میکرو سویج. اگر خراب باشه میکرو در قفل نمیشه یا اونجا ما مقاومتی نداریم که روی مولتی تست کردیم خب تا الان میکرو سویچ اوکیه میکرو قفل شد و اینکه الان میخوایم تست کنیم ببینیم میکرو سویج. کدوم پایش وصل میشه و آیا اصلا پایش وصل میشه یا نمیشه مولتی متر رو, رو تست بو گذاشتیم خب من برقش رو قطع میکنم خب بعد اینکه برقش رو قطع کردم مولتیمتر که رو حالت تست بوغ بود من اولین پای بوبین رو با وسط تست بوغ میگیرم میبینید که اصلا اتصال کوتاه بس به این وست شده حالا پایه بعدی رو تست میکنم و این پایه رو تست میکنیم پایه اول و دوم رو و این دوتا با هم هیچ اتصالی ندارن پس این میکرو سویچ سالمه و اوکی و کار میکنه حالا چند دقیقه هم که صبر کنید بعد فکر میکنم دوربر یه دقیقه میکرو سویچ آزاد میشه و میبینید که آزاد شده میکرو سویچ برگشت سر جای خودش دیگه قفل هم نمیشه چرا؟ چون ما ولتاژ اینجا نداریم حالا اگه سوالی داشتید در باره میکرو سویچ و قفل میکرو سویچ بگین که من مطرح کنم یا اگر موضوع خاصی بود درباره قطعات یا برد بگین که من ایشالا اگه فرصت کنم ویدیوشو بسازم و روی پیج یا سایت آپلود کنم و حالا در ادامه به سویچ های دیگه که میکروسویچ هفایی هم یکی از اون میکروسویچ های خیلی جذابیه که حتما ویدیو آموزش رو بعد از این پست براتون میذارم تا شما هم از این آموزش استفاده کنید